کار که آر نیست. روزی روزگاری سرداری بود که لشگری را فرماندهی می نمود. اما یک روز سردار و لشگرش عازم نبردی سخت شدند. دشمن بسیار زیاد بود و خیلی قدرتمند. سردار و لشگریانش در جنگ با دشمن شکست سختی خوردند. بسیار کشته و زخمی و اسیر دادند. سردار هم که تا پای جان جنگیده بود، زخمی و خونی و خسته، برای آنکه اسیر دشمن نشود، ناگزیر از میدان جنگ گریخت و بی اختیار رفت به سویی که اسبش میتاخت. او سر به کوه و بیابان گذاشت و رفت و رفت تا به شهری در مغرب زمین رسید. این شهر برای او بسیار ناشناخته بود و همه چیز برای او جدید و غریب بود. او در آن سرزمین غریب و تنها بود و کسی را نمی شناخت و سرپناهی برای زندگی نداشت و پولی هم برای خرج کردن نداشت. خلاصه روزی از روزها در حالی که خسته و درمانده و گرسنه در میان بازار راه می رفت، ناگهان چشمش به مرد آهنگری افتاد که با پشتکار بسیار آهن گداخته ای را از درون کوره بیرون می کشید و با چکش آهنگری آن را صاف می کرد. او خودش را جمع جور کرد و پیش او رفت و از آهنگر پرسید: ای مرد آهنگر، آیا تو شاگرد نمی خواهی؟ مرد پاسخ داد: می خواهم، ولی آهنگری کار سختی است. هر کسی از پس آن بر نمی آید. و در حالی که نگاهی به سردار می کرد ادامه داد که آیا تو تا کنون آهنگری کرده ای؟ سردار گفت: بله، من در دوران کودکی نزد پدرم این کار را یاد گرفتم و آهنگری را بلدم. چند ماهی گذشت و سردار در آهنگری کار می کرد. اوضاع او دیگر فرق کرده بود و از فلاکت نجات یافته بود. دیگر هم غذا برای خوردن و هم سرپناهی برای خوابیدن داشت. بالاخره او روزهای سخت و دشوار را یکی پس از دیگری سپری کرد و از شاگردی به استادی رسید و آهنگر بزرگ و معروفی شد. اما از آنجا که غربت امان او را بریده بود، قصد کرد که به شهر خود بازگردد و پس از مدتی به شهر خود بازگشت. دیگر او فرد ثروتمندی شده بود. روزی حاکم که از بازگشت سردار سابق و تاجر فعلی باخبر شده بود، به وزیرش دستور داد که او را به قصر بیاورند و سردار به قصر آمد و ماجرای خود را برای حاکم شرح داد. حاکم که از پشتکار سردار خوشش آمده بود، دستور داد تا در قصر مقامی به او بدهند و چون می دانست که او روزی سردار بزرگ لشکر بوده است، او را مورد لطف و محبت خود قرار داد. سردار پس از قبول مسئولیت به پادشاه گفت: ای امیر، از امروز بهتر است دستور بدهید که همه فرزندان این سرزمین پیشه بیاموزند. امیر گفت: اگر نیازی به آن نداشته باشند چه؟ سردار گفت: ای امیر، اگر نیازی به درآمد آن هم نداشته باشند، همه باید بدانند که دانستن هنر و پیشه برای آنان بسیار مفید است، چون شاید روزی همانند من در غربت گرفتار شوند و به آن نیاز پیدا کنند و در این صورت دیگر نیازی به دیگران پیدا نخواهند کرد و خودشان می توانند از عهده زندگیشان برآیند. آنان باید بدانند که کار آر نیست. این ضربان مثل برای کسانی به کار می رود که برای موفق شدن در زندگی به کار آبرومند و یا حرفه و پیشه روی نیاورند و نیازمند دیگران می شوند.